مسیر زائران اربعین حسینی که از منتهى الیه جنوب عراق تا شهر مقدس کربلا امتداد دارد، شاهد تصاویری است که عراقی ها بزرگ و کوچک، زن و مرد، شور حسینی و پایبندی خود به احیای شعائر مقدس حسینی را به نمایش گذاشتند. پیشی گرفتن از یکدیگر برای ارائه خدمات به زائران اربعین، فارغ از توجه به ملیت آنها ادامه دارد. برگردان فارسی گزارش مرتضی ناظم، خبرنگار بخش عربی اخبار شیعه را با هم ببینیم. سخاء و کرم یبلغ اقصى درجاته. سخاوت و بخشش به بالاترین حد خود میرسد. تصاویری که در هیچ زمان دیگری غیر از این زمان دیده نمی شود. منظره هایی که جهان در ایامی غیر از مراسم اربعین حسینی تجربه نمی کند. کودکانی که فطرتاً عاشقند. جوانانی که بر مبنای عقیده خود عمل می کنند. پیرانی که با علم به سختی مسیر به نیت تقرب قدم در راه می‌گذارند، بانوانی که آرزو دارند تا نامشان در دفتر بانوی عفت و بزرگ منشی ثبت شود. این تنها تصاویر اندکی از مسیر 500 کیلومتری بین بصره تا کربلا است، مسیری که منتهی به هدف نهایی و حرم سالار شهیدان امام حسین علیه السلام می شود. در بین این زائران کسانی هستند که 10 روز با پای پیاده از جنوبی ترین نقطه عراق حرکت کردند و اکنون به استان المثنى رسیدند و برخی از آنان کسانی هستند که 2 برابر این مدت را از کشور خود پیاده روی کردند و اکنون به المثنى رسیدند. کسانی که همه چیز را کنار گذاشتند غیر از امام حسین علیه السلام و خدمت به او و پیاده روی در راه او، عاشقانی که عاشق هر آنچه مربوط به معشوقشان است می باشد و بالاترین هدف آنها نزدیکی به معشوقشان است. ظرف 5 روز آینده یا کمی بیشتر، جمعیت کثیری از زائرانی که به موقع از دیار خود به سمت حرم امام حسین علیه السلام حرکت کردند به کربلا می رسند. از سفری که برای برخی بیش از 10 روز و کمتر از 20 روز و برای برخی دیگر حتی بیشتر از 20 روز به طول انجامیده است. سفری که علی رغم تمامی خستگی هایش کسانی که در آن قدم نهادند مایل به پایان پذیرفتن آن نیستند. از زائر پیاده در مسیر گرفته تا خادمی که در موکب ها خدمت می کند و حتی او که در خانه خود از زائران پذیرایی می کند و حتی کسانی که کار پشتیبانی را بر عهده دارند، همه و همه از خدا می خواهند تا عمرشان در مسیر و گردا گرد امام حسین علیه السلام صرف شود. امام حسین علیه السلام و دربه. لوکالت اخبار الشیعه، مرتضی ناظم.